همدردی کمیته شهرداران فرانسوی برای ایران دموکراتیک با مردم ایران به خاطر سیل ویرانگر. حکومت ایران امکانات اولیه و کمترین سرپناه برای مردم فراهم نکرده و حتی در مقابل رسیدن کمک‌های مردمی هم کارشکنی می‌کند. شروع بارش‌های شدید در غرب و جنوب غرب کشور. خوزستان در خطر سیلاب. سیلاب وارد شهر گوریه در شوشتر شد. پناه بردن مردم به پشت بام ها. سی و چهار روستای شعیبیه غرقه در سیلاب. تخلیه 100 روستا در خوزستان و شکستن سیلبندها. فقط خدا خودش رحم کنه. همه فرار. آقا چی شد؟ شکسته شد؟ یا خدا. قطع و انسداد بسیاری از راه‌های مواصلاتی. بیست کیلومتر مانده به خرم آباد انسداد جاده بر اثر خرابی جاده. صحنه های فجیع غرق شدن دام ها. فاجعه در پل دختر و مأمولان. به اندازه یک سر سوزن کمک رسانی نشده. جمهورد اولیا و اکش مأمولان سیل خونه‌هامون به میزان 100% خراب کرد. خراب کرد. 6 روز هم سیل میگذره به تمام آیات قرآن سر سوزنی حالا امداد رسانی بمونه بیاد. نعمت روی زمین قسمت پر رویان هست. خونه در میخورد اون کس که حیایی دار. ما شرف داریم، ما آبرو داریم، دنبالی هواپی ما نمیگردیم، ولی نداشتن مدیریت. 6 روزه مثلا او بچه کوچیک منو ببین، او نوه منو ببین، مثلا کسی اومده بگه نون گیرش را بخوره. نه اینجا روستامونه، روستای دمرود سفلا از لبابه شهرستان سیلزده معمولان. اینم وضعیت روستامونه، تقریبا 99% خونه ها و مغازه هاش تخریب شدن. وزیر خارجه آمریکا روحانی: رئیس جمهور رژیم ایران اجازه می دهد تروریست ها به اروپا بروند و در خاک اروپا اقدام به ترور کنند. وزارت خارجه آمریکا: بعد از توطئه خونسا شده بمبگذاری در پاریس، اتحادیه اروپا وزارت اطلاعات رژیم ایران را تحریم کرد و آلبانی سفیر رژیم ایران را اخراج کرد. سدسازی‌های بی‌رویه سپاه زمینه‌ساز ویرانگری سیل. وقاحت امام جمعه رژیم در تهران: این سدها خسارات را به حد اقل ممکن کاهش داد. کمیته شهرداران فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک. همدردی با مردم ایران به خاطر سیل ویرانگر.
کمیته شهرداران فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک طی بیانیه‌ای که توسط رؤسای این کمیته آقایان ژان پیر مولر شهردار مانی انوکسن و ژان فرانسوا لوگاره شهردار منطقه یک پاریس صادر شده اعلام کرد سیل ویرانگر در ایران که به جان باختن بیش از 200 تن و آواره شدن میلیون ها ایرانی منجر شد همه ما را در فرانسه غمگین کرد. با صمیمانه ترین همدردی های من را به خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت و از طریق ایشان به عموم مردم ایران تقدیم می کنیم. آنچه باعث تأسف مضاعف است اینکه حکومت ایران با هزینه کردن سرمایه های این کشور در پروژه های اتمی و موشکی و در سوریه و عراق و یمن این کشور را در مقابل حوادث طبیعی بی‌دفاع گذاشته است. سپاه پاسداران با نابودی محیط زیست و تراشیدن جنگل‌ها و ساخت و ساز روی مسیل‌ها ویرانگری سیل را چندین برابر بیشتر کرده است. اختلاس‌های چند میلیاردی توسط سردمداران رژیم بنیه اقتصادی ایران را نابود کرده است. به رغم گذشت دو هفته از شروع این سیل، مردم سیل زده در وضعیت وخیمی به سر میبرند و صرفاً به کمک‌های مردمی اتکا دارند. حکومت ایران اولیه ترین امکانات و کمترین سرپناهی برای آنها فراهم نکرده و حتی در مقابل رسیدن کمک‌های مردمی هم کارشکنی می‌کند. اعضای کمیته شهرداران فرانسوی برای یک ایران دموکراتیک عبارتند از ژان پیر مولر، شهردار مانی آنوکسن، عضو شورای استان والدواز، ژان فرانسوا لوگاره، شهردار منطقه یک پاریس، دومینیک بایی، شهردار وژور، پاتریک بودوان، شهردار سنمانده، ژاک بوتو، شهردار منطقه دوی پاریس، لوی کوسین، شهردار دون سور اورون، ژان پل دوپره، نماینده سابق مجلس ملی فرانسه، شهردار لیمو، سیلوی فاسیه، شهردار پیشین لوپن، کلود کریگر، شهردار آنیر سورواز، سلست لیت، شهردار ساریگومین، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، آرماند ژاکمن، شهردار موسیلوویو، ژان کلود ژیگودز، شهردار گریزی سورسن، آندره اسپک، شهردار مارلی لاویل، مارتین والتون، شهردار ویلپند، میشل ورنیه، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، شهردار گران کروز، آندره ویژیوفسکی، نماینده پیشین مجلس ملی فرانسه، شهردار سنت آولد. شروع بارش‌های شدید و خطر سیل در غرب و جنوب کشور، تشدید بارندگی‌ها در روز شنبه و گسترش آن به صفحات شمالی، مناطق سیل‌زده خوزستان و لرستان و ایلام در خطر سیلاب. Thank you.
امروز اینجایی که دارید الان مشاهده میکنید بین روستای ملیحان و روستای خوبینه سفلا بخش اسماعیلیه داریم به شما گزارش میدهند. امروز پنجشنبه الان ساعت 12 ظهر آب اینجا، آب کارون، ایور کارون، آقا بگید کارون که مشخص بشه، ایور هم کشتزارهای گندم، سمت کشتزارهای گندم نزدیک به 3000 هکتار، 4000 هکتار از کشتزارهای مردم داره اینجا داره تلف میشه. غیر از آن جاده بین روستای خوبینه سفلا و ملیحان بخش اسماعیلیه قریب به 20 روستا 30 روستا داره قطع میشه. بداد مردم بخش اسماعیلیه برسید، بداد بخش مردم اسماعیلیه برسید. داره کل زندگیمون، کل روستاهامون، کل کشتزارهامون داریم بدبخت میشیم. بداد ما برسید، خواهشان بداد بخش اسماعیلیه برسید. نزدیک به 10000 20000 نفر اینجا سکونت دارن، مردم دارن بدبخت میشن. غیر از کشتزارهای گندمشون روستاهاشون داره تلف میشن. دوستان سیلبند شکسته شد، همه در حال فرار، فقط خدا خودش رحم کنه، همه فرار. آجاقا چی شد؟ شکسته شد؟ یا خدا اونجا زیر آسفالت هم شکنده، میبینیش؟ روستای استقلال، رودخانه کرخه طغیان کرده، همینک نیاز فوری به بیل مکانیکی. خواهشان مسئولین هر چه زودتر رسیدگی کنند. روستای استقلال سیل بنیان کرم بوده، جان و مال و ملک و محلمون رو گرفته. شما بگید چی واسه ما خوبه؟ بگید آب قطعه، بگید برق قطعه، بگید تلفن قطعه، که همه هست، همه قطعه ها، آب و برق و گاز و نان و همه چیز قطعه. مهم نیست، شما که اطلاعات داشتید، شما که میدونستید، چرا فکر این مردم نبودید؟ چرا تجدید آماده نکردید؟ چرا از قبل برای مردم کمپ آماده نکردید؟ اینجا روستامونه، روستای دمرود سفلا، از ابواب شهرستان سیزده معمولان. اینم وضعیت روستامونه، تقریبا 99% خونه‌ها و مغازه‌هاش تخریب شدن. اون چند تا خونه‌ای هم که سالم موندن، شبا خانم‌های روستا اونجا ساکنن و شبا اونجا می‌خوابن، مردا هم کنار آتیش بیرون می‌خوابیم. اوضاع خیلی خرابه، نه آب داریم نه برنگ گاز. اینم علمک گازمونه که همسد شده با گلولای. بعد اینکه تقریبا هیچ گونه امدادی به این روستا نشد. اینجا معمولان 3 روز بعد سه مشکل مردم اینجا، نه کنسرو، نه تونمویی، نه چیزی، فقط ما نیروی امدادی میخوان. هیچ کسی به داد این مردم نرسید. وضعیت کوچه ها رو ببینید، خونه ها تا کمر تو آب و گل فرو رفت. اینجا ما فقط یکی رو میخوام راه رو باز کنه، نیروی امدادی میخوان. خونه ها مردم، نصف شهر سیزده است، نصف شهر دارن
مهمونداری میکنن از کسایی که خونهشون سیل برد. ما الان فقط نیروی امدادی میخوایم اینجا که خونه ها لااقل تخلیه بشه، وگرنه کسی از گشنگی نمیمیره. ما از مسئولین انتظار داریم کم ایجاد کنن اینجا، چند تا شهادت بدن، مردم سیل زده لااقل برن اینجا اسکان پیدا کنن. این وضعیت خونه های ماست. ما فقط نیروی امدادی میخوایم. مردم، کسایی که دستتون میرسه، سازمان ها، فقط نیروی امدادی. این بالگردها بیان نفر بیارن. حاجی از کجا این؟ جمرود اهدیا بخش معمولان. سیل خونه همون به میزان 100% خراب کرد. خراب کرده. 6 روز هم سیل میگذره به تمام آیات قرآن سر سوزنی حالا امداد رسانی بمونه بیا. نبیز آمدی. نعمت روی زمین قسمت پر رویان هست. خونه در میخورد اون کس که حیایی دارد. ما شرف داریم، ما آبرو داریم، دنبالی هواپی ما نمیگردیم، ولی نداشتن مدیریت 6 روزه. مثلا اون بچه کوچیک منو ببین، اون نوه منو ببین، مثلا کسی اومده بگه نون گیرش رو بخوره نه؟ کارگری کردیم از این مردم نوسی باشه ما در ورده من که اساسی باشه من سامه بدبختی بی من او چنین او نیاسی جام نابود بی من دلم خشه هستم بچانم ده کار گابرم دخ کرده کارم هم گابرم کلاس تا نابود بیه به خدا مزنا سکتا باقا دلگویش به من مانده از سیشی می بامونیم که تو هم او گرده اکدم درس و سیشی بانم از درسی اولو تجربی بانه تفاشه درس بانه سی نارضایتی مردم در مسئولین پلوخدر و استان جرستان به خاطر بی‌لیاقتی و بی‌کفایتی مسئولین استان جرستان. خوش تک تنیو هیچ کس نی کمکش بیاره. آیا حق گناه گردنه؟ باید بیان امداد رسانی کنه. کسی ما باید به خدا خواهد آقا این اکی زیده اکی دستان تا الان هیچ مونه غذای اصلاً مهمونه را داده به تشنه یکوزه کلوش روزم و من شاید کل بیم این اکی آقا یه لگرسی کار کرده آقا باید یک لگرسی کار کرده بعدان هم ماشی شما دویه دوش شرط نگرده دوش شرط نگرده بکرماشو ها اصلا سه بوده اینجا وضعیت واقعا بحرانی همه کافه شیشه در این واس کنیم یا نتونیم واسه شنیم تونیم رای بریم تا باشه نه او خیلی خطر را که کی؟ 100% ها داشت سجا که بینم شیشش کسی نارو برشنی؟ او داشت؟ Thank you.
پیشروی سریع سیلاب کرخه و رسیدن اون به جاده اصلی اهواز شوش در منطقه کعبومر 50 کیلومتری شوش و اهواز. این جاده ترانزیتی و یکی از مهمترین جاده‌های کشور محسوب میشه. به بندرهای خرمشهر، ماهشهر و چند بندر مهم دیگه هم ختم میشه. چند کیلومتر جلوتر هم سیلاب دز با سرعت در حال پیشروی و رسیدن به این جاده هستش. در صورت به هم پیوستن دو سیلاب کرخ و دز در این منطقه شاهد فاجعه‌ای بزرگ خواهیم بود. جاده خرم‌آباد به بروجرد 20 کیلومتر مانده به خرم‌آباد، انسداد جاده بر اثر خرابی جاده. روستای سفیدکم بعد از 3 روز هنوز غرق در آب، متاسفانه هیچ گونه کمک هم بهشون نرسیده تا این ساعت. مرز بین درود و بروجرد دقیقا این هم زندگی مردم این روستا که امروز از رودخونه شستشو داده شده. روستای تنگ هفت توشک و یخچال و تلویزیون و تمام لوازم و زندگی تلویزیون همه فرو در گل. تمام زیر گل در آوردیم. یخچال هم باز. زندگی بعد تمام. اطلاع رسانی درباره بخش پاپی دستان تنگ هفت نشده. هیچ کنی ما. فقط این است که داشت دیلو زمان خیلی دار راته. سرپرست هستم با یه مادر یه برار معلوله. سه بار آو برد من آو اولی که زورو تنیم برد هونم میبین اصلا هیچ سیم نمانه. الان دو تا پتو به راه خدا دنه با من افتم به دو جو هیچ کسی نیم آبرو مینم اصلا چی بدو ما کرم برد یا چند ساله ای هونشی شد 1335 یه هنم اعداس میده به جون خوته به جون خومه با خدا اصلا داشت بارود های رودخونه هی خبیه اصلا بهار هم کنید اصلا هی خبیه رودخونه اصلا آو وجود ناشت چند تا هونه پاسه الان اجازه به تو دوستان به یه هونه زن بی سرپرستی و یه فرزند معلول دو تا یتیم با یه مادر فقط یه قسمت دی سنگکاری منه و او در پنجره هیچ سیم نمانه، هیچ زندگی سیم نمانه ده الان نونم به کجا روم، الان هیچ جای نارم به خدا هیچ کسی اصلا نیایه به قرآن من به اوه پتوی الان کسی که سیل برشه پتوی دوام هیچ نارم ازم بپوشم به یتیم مال ما او بردی از زندگی من کل دست شید ده پختنم با من خرپو کل واسه رمضانی نو الحمدلله بریم نریم بدبختی یه تلویزیون ما یه براش ما یه اساس ما پل او برده نه پل مه هوا بوده هرا خاطر خدا دو اما آفرت ایتم کسی نرم در مرا درستم یا سرپرستی نرم در کنم ولی به سرپرستم چوار به پیاتی میشدیم. سلام دوستان، من خبرنگار سیمای آزادی هستم. در اثر بارندگی زیرگذرهای استان اسدآباد که پر آب شده و الان دولتش کاری واسه ما انجام نمیده، الان رفت آمد ما قطع شده، نمیتونیم از اینجا رد بشیم. حداقل 4 متر 5 متر آب پر شده. تماشا میکنی؟ الان صدا دیگه کشش نداره، آبا ول کردن به سمت مزاره. شدت آب صدا وا کردن
باقی باشگی جاری برده اینم با صد ستا. با سلام، تصاویری که مشاهده میکنید طغیان رودخانی سیروان است و اینم پل ارتباطی جاده دولاب که کاملا زیر آب رفته. ما تغاش ماي بتويا اي كل شي ما بعدنا خالص روحنا كلها راحت اي تيو هم يشوفونا سوون بازلات على الزروع سوون على الشي هاي يطونا شاي يطونا ماء يطونا هاي انا شي بدنا ولا مال الله وكل دين يعيبنا دين بدي وين يا ابو كان روس هاي سيد عدنان كل شي ما ظل احنا عندنا زروعنا يا ابو كان صاير سيد عدنان بعده بس البيوت ما داشه روس هاي سيد عدنان هذا ولا ناجري للدبان اي هنا على راق الزور كلش احنا ما اقول لك انا اقول لك كذب دش علي الماي للبيت لا اي بس الماي تجاري قلنا في زروعنا ولا ظل عد زرع والله اليوم السيد اليوم تعرف النقمه ما حاطه في حلقه ندير بس البنك يريد منه 200 مليون بس البنك يريد منه 200 مليون على الحنطه يا ابن عين وام كاظين لنا ايش محتاجين هسه؟ محتاجين احنا هذا اقول لك لا فاش عندنا انا قعدت اقول لك طلعت بطرق العبايه انا وفروخ ابني با عرض سلام، ادامه خبرها و گزارش‌ها را به آگاهی شما می‌رسانیم. در حالی که سدسازی‌های سودجویانه و بی‌رویه سپاه پاسداران و دیگر ارگان‌های حکومت آخوندی از مهمترین عوامل تخریب محیط زیست و گستردگی ویرانی‌های سیل در ایران است، آخوند ابوترابی امام جمعه خامنه‌ای در تهران با وقاحتی حیرت‌انگیز گفت: اگر نبود این سدها، نمیدانم امروز خوزستان، جنوب کشور، لرستان ما، استانهای کشور چه شرایطی داشتند. این سدها خسارات رو به حد اقل ممکن کاهش داد. آمادگی که شکل گرفت، بسیج نیروها، حضور مؤثر مهندسی سپاه، مهندسی ارتش در کنار مدیران با هدایت فرماندهی معظم کل قوا راه رو برای مدیریت این سیل ویران کن هموار کرد. امروز تقریبا 172 سد کشور تقریبا بالاترین ظرفیت آبی خوب داره. در جمعه بازار تهران، حداد عادل، مهره ویژه خامنه‌ای و از بستگان وی، وحشت ولی فقیه ارتجا را از انزوای جهانی و منطقه‌ای و اوضاع بحرانی درون حاکمیت برملا کرد و هراسان از رویاروی مردم به سطوح آمده با کل نظام فاسد آخوندها گفت: می‌خواهند مردم را رو در روی نظام قرار دهند. دشمن امروز متمرکز شده روی فشار اقتصادی و تحریم اقتصادی و در کنار جنگ اقتصادی یک جنگ رسانه‌ای هم به راه انداخته. هرچه دایره اقتصاد رو تنگ گرفته، دایره رسانه رو باز گذاشته. بعضی ها هم در داخل با تصمیم گیری غلط خودشون به این جنگ رسانه‌ای دشمن کمک کرده اند. جنگ رسانه‌ای کنار جنگ اقتصادی برای اینکه ملت ایران رو از پا در بیارند. فشار اقتصادی تشویش افکار و اذهان و نگران کردن مردم
برای اینکه به قول خودشان این مردم رو بیارن رو در روی انقلاب قرار بدن. بسیاری از قوانین موجود برای وضع عادی تصویب شده. امروز که دشمن همه قوای خودش رو به کار گرفته برای مقابله با ما، ما باید خودمون رو برای این شرایط آماده بکنیم. همه قوامون رو باید برای مقابله با تحریم اقتصادی و فشار دشمن به کار بگیریم. این نکته ای بود که رهبری در دیدار با اعضای مجلس خبرگان هم به اون در اواخر اسفند اشاره کردند. در جمعه بازار آخوندی در مشهد نیز آخوند فرزانه امام جمعه زاپاس نظام به بحران درونی نظام پرداخت و در حالی که شکست برجام را به گردن باند روحانی میانداخت، چماقداران حزب اللهی، نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران را راه حل مشکل نظام توصیف کرد. حل مشکل به دست انسان‌های پیر غیر حزب اللهی حد شدنی نیست. صریحا میگم به عنوان یک طلبه به شما. این مجموعه باید اینا رو کجا پیدا کرد؟ این مجموعه در متن جوانان حزب اللهی ما هستن. جوان تنها نه، جوان باشد حزب اللهی و انقلابی. مجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مگر مشکل جنگ رو به خوبی به پایان نرسوندن؟ مگر تو دهن گروهک های الهادی و التقاطی نزدن؟ بله. مگر عزم میکنم که سلاح نظامی این کشور را، موشک رو به کجا نرسوندن که دنیا ازش وحشت داره؟ این کار رو نکردن. مگر این بچه ها سپاه قدس در خارج از مرزها حلق آمریکا را نچسبید، او را از عراق بیدار نکرد، سوریه را حفظ نکرد، لبنان را حفظ نکرد، کمک به یمن نکرد؟ بی خود دنبال لبخند آمریکا نگردیم، بی خود حل مشکلات خودمون رو در فرجام‌ها بر جاها نبینیم، بی خود فکر نکنیم که اگر ما به اونها روی خوشی نشون دادیم، موشکمون را نمیدونم چی و چی و چی را از صحنه خارج کردیم، اونا به ما کمک بکنن. اولین محموله کمک‌های آلمان به سیل زدگان روز پنجشنبه وارد تهران شد. رئیس شورای روابط عمومی صلیب سرخ آلمان با اعلام ارسال کمک‌ها برای سیل زدگان گفت: کمک‌های بشردوستانه مشمول تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه رژیم ایران نیست. وی گفت: این کمک‌ها از جمله شامل قایق‌های نجات بادی و تجهیزات مخصوص نجات در آب‌های روان نیز می‌شود. پاسدار علی لاریجانی، رئیس مجلس ارتجاء، در وحشت از فوران خشم مردم در مناطق سیل زده گفت: مردم استراب پرداخت خسارتها را نداشته باشند و این وعده عملی می شود. و با اعتراف به خلف وعده ها و دزدی های حکومتی از کمک های مصیبت دیدگان با دجال بازی افزود: برخلاف دفعه های قبل که تخلف در وعده ها بود، پرداخت خسارت های مردم عملی می شود. ادامه اخبار. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد روحانی که رئیس جمهور رژیم ایران است، اجازه می دهد تروریست ها به اروپا بروند و در خاک اروپا اقدام به ترور می کنند. مایک پومپئو که در یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان اجلاس وزرای خارجه ناتو در واشنگتن صحبت می کرد گفت: رژیم ایران بر اساس یک طرح هماهنگ به سوء قصد در خاک اروپا دست می زند. سران رژیم ایران از جمله روحانی اجازه می دهند که ماموران رژیم به اروپا بروند و افراد را در خاک اروپا به قتل برسانند. این غیر قابل قبول است. وزیر خارجه آمریکا افزود: در حال حاضر یک بسیج هماهنگ برای سوء قصد در داخل اروپا وجود دارد. شما شاهد این بوده اید که کشورهای اروپایی به این تهدید واکنش نشان دادند. این یک تهدید واقعی است.
چیزی نیست که ساختگی باشد. این توطئه‌ای توسط رهبران جمهوری اسلامی است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه گفت روحانی که رئیس جمهور این رژیم است اجازه می‌دهد تروریست‌ها به اروپا بروند و در خاک اروپا اقدام به ترور می‌کنند. این غیر قابل قبول است. اینکه در اروپا اجازه داده شود که چنین اتفاقاتی بیفتد غیر قابل قبول است. ما با شرکایمان در سراسر اروپا کار می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که اطلاعات درست را در زمان درست داشته باشیم که این ریسک و این تهدید را کاهش دهیم. مایک پومپئو افزود ایالات متحده قصد دارد تا توانایی رژیم ایران برای دست زدن به چنین اقداماتی را کاهش دهد. تحریم‌ها این رژیم را مجبور می‌کند که برای دست زدن به ترور منابع کمتری در دسترس داشته باشد. شبه نظامیان وابسته به رژیم در عراق که تحت کنترل این دولت نیستند کار را سخت‌تر می‌کنند. این فعالیت شرورانه امنیت اروپا و کشورهای ناتو را کاهش می‌دهد. دفتر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا لیستی از کارزار فشار حداکثری علیه رژیم آخوندی را منتشر کرد که در آن از جمله به واکنش اروپا به طرح تروریستی رژیم آخوندی علیه مجاهدین اشاره شده و آمده است. بعد از یک توطئه خونسا شده بمب‌گذاری در پاریس و یک طرح خونسا شده سوء قصد در دانمارک در سال گذشته، اتحادیه اروپا در ماه ژانویه وزارت اطلاعات و امنیت رژیم ایران و دو مأمور آن را به خاطر نقششان تحریم کرد. آلبانی سفیر رژیم ایران در تیرانا و یک دیپلمات دیگر این رژیم را به خاطر دست داشتن در توطئه‌های تروریستی خونسا شده اخراج کرد. یک محل اختفای مواد رادیواکتیو توسط رژیم آخوندی در تهران توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد بازرسی قرار گرفت. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌های اروپایی خبر داد این بازرسی در یک ماه اخیر صورت گرفته و نتایج آن پس از بررسی آزمایش‌ها اعلام خواهد شد. جواد ظریف وزیر خارجه حکومت آخوندی با سرخوردگی از برجام اروپایی گفت ما هیچگاه امیدی به آنها نداشتیم. اروپایی‌ها اول برجام را یک دستاورد دیدند، اما شاید آمادگی ایستادن در برابر تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نداشتند. وزیر خارجه آخوندها که با سایت خامنه‌ای مصاحبه می‌کرد گفت به جای قدرت‌های غربی، جمهوری اسلامی به روسیه و چین روی می‌آورد و آینده سیاست خارجی نظام چنین سمت و سویی خواهد داشت. خبرگزاری فرانسه گزارش داد ظریف گفت قدرت‌های اروپا از دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی عاجز هستند. اکنون به گزارشی از بحران درونی حکومت آخوندی بر سر شکست برجام و بحران بیراه حلی رژیم توجه فرمایید. در شرایطی که حلقه تحریم‌ها بر گردن رژیم هرچه تنگ‌تر می‌شود و تنها امید رژیم برای دور زدن تحریم‌ها به اینستکس یا همان بسته اروپا وابسته است و اجرایی شدن اینستکس هم مشروط به پذیرش لوایح FATF از طرف رژیم شده است، رسانه‌های حکومتی نوشتند برایان هوک مسئول ایران در وزارت خارجه آمریکا ضمن تأکید بر تشدید اقدامات آمریکا برای جلوگیری از فعالیت‌های مالی رژیم گفت متحدان اروپایی ما بعد از اقدام نافرجام بمب‌گذاری و ترور در پاریس و دانمارک علیه رژیم ایران اقدام کردند. در این حال در درون رژیم حتی متولیان رابطه با اروپا و برجام اروپایی هم در حالی که از اروپا اظهار ناامیدی می کنند اما هنوز هم آن را تنها راه نجات محتمل می دانند. ظریف وزیر خارجه حسن روحانی در یک سالگی خروج آمریکا از برجام از بی سرانجامی بسته اروپایی آه و ناله کرده و نوشته است با گذشت یک سال از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اروپایی ها نه تنها نتوانستند به وعده راه اندازی کانال مالی عمل کنند بلکه تلاش می کنند رضایت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را جلب کنند. به رغم اظهار ناامیدی ظریف از اروپا برای برخوردار شدن از بسته اروپایی از طریق پذیرفتن لوایح FATF کشمکش در رژیم بالا گرفته است. مهدی پازوکی با بیان اینکه مجمع تشخیص باید در قبال این گونه تصمیمات پاسخگو باشد و هزینه آن را بپذیرد گفت
در صورت عدم تصویب آن با سایر کشورها نیز مشکل به وجود می آید. مسئولیت آن بر عهده مجمع تشخیص است و این مجمع نباید تافته جدا بافته باشد. همانطور که امروز باید حمله کنندگان به سفارت بریتانیا و عربستان پاسخگوی شرایطی که ایجاد کردند باشند. این کارشناس حکومتی در این حال اذعان کرد، البته تصویب FATF به معنای حل مشکلات اقتصادی نیست. مشکلات موجود مربوط به مدیریت و درایت ماست، اما باید توجه داشت که با جهالت اقتصادی نمیتوان این مشکلات را از میان برداشت. کارگزار دیگر رژیم سید رضی حاج آقا میری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی تهران هم گفت در سال 98 بحث FATF را داریم که اگر تصویب نشود این فضاسازی های منفی بین‌المللی علیه ما بدتر خواهد شد. به افزود آمریکا و دشمنان ما به بهانه های موشکی و حمایت از تروریسم به دنبال فلج کردن اقتصاد ما هستند و ما باید در این زمینه هوشیار باشیم و بهانه دست آنها ندهیم. سایت حکومتی فرارو از باند روحانی هم نوشت باید بپذیریم که دنیای پیش رو قواعد و اصولی دارد که بدون پذیرش آنها حضور در مجامع بین المللی و تجاری آن ممکن نیست. ما هر قدر هم که مذهبی باشیم با تکیه بر عقود اسلامی نمیتوانیم تجارت بین المللی انجام دهیم. قطعا قوانین و قواعد دنیای امروز همه کشورها را به پذیرش و انجام تعهداتی که تمایل ندارند ملزم و مجبور میکند. سایت حکومتی مشرق از باند خامنه ای مشرق در ادامه حملات به باند رقیب سرگردانی نظام در دورایی پذیرش یا رد FATF را به نمایش گذاشت و افزود میگویند برجام را امضا کنید تا اقتصاد نجات یابد. کانال مالی اروپا را بپذیرید تا برجام نجات یابد. FATF را بپذیرید تا کانال مالی اروپا نجات یابد. برجام موشکی و منطقه‌ای را بپذیرید تا FATF نجات یابد. برجام حقوق بشری را بپذیرید تا برجام موشکی و منطقه‌ای نجات یابد. با دو خبر دیگر اخبار را به پایان می‌بریم. کره جنوبی مشغول آزمایش استفاده از نفت فوق سبک آمریکا و بررسی امکان جایگزینی آن با نفت ایران است. خبرگزاری رویترز با مخابره این خبر افزود کره جنوبی با توجه به نامعلوم بودن تمدید معافیت تحریم نفتی ایران تصمیم گرفته است نفت فوق سبک آمریکا را برای استفاده در صنایع خود امتحان کند. پیشتر برایان هوک گفته بود سه کشور واردات نفت از ایران را به صفر رساندند. به گزارش اسکای نیوز، ژنرال خلیفه حفتر، فرمانده ارتش ملی لیبی، شامگاه پنجشنبه دستور تهاجم به ترابلوس را صادر کرد. به گفته وی، این حمله برای آزاد کردن لیبی از حکومت شبه نظامیان به رهبری فیض السراج صورت گرفته است. رادیو بین المللی فرانسه گزارش داد، نیروهای ژنرال حفتر به 30 کیلومتری ترابلوس، مقر دولت اتحاد ملی لیبی رسیدند. این تحولات به تشکیل جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اوضاع لیبی منجر شد.